در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از ادامه بیم و امیدهای برجامی در ایران و جهان، آخرین اخبار از استیضاح دونالد ترامپ، قرار گرفتن 400 هزار کودک یمنی در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 25 بهمن شمار مبتلایان کووید 19 در جهان از 108 میلیون و 800 هزار نفر عبور کرد و تعداد قربانیان به 2 میلیون و 400 هزار نفر نزدیک شد. همچنین تعداد افراد بهبود یافته از این بیماری بیش از 80 میلیون و 800 هزار نفر گزارش شده است. با وجود اینکه تعداد مبتلایان روسیه روندی کاهشی را تجربه می‌کند، آمار فوتی‌های روزانه این کشور همچنان بالاست. در بریتانیا نیز آمار مبتلایان تازه شناسایی شده کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. همچنین تعداد فوتی‌های روزانه ترکیه برای نخستین بار در 3 ماه گذشته به کمتر از 100 هزار نفر رسید. در سوی دیگر جهان، کانادا نیز موفق به پایین آوردن آمار مرگ و میر روزانه خود به کمتر از 100 نفر شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد در صورتی که تعداد مبتلایان این کشور به کمتر از 35 نفر در هر 100 هزار نفر کاهش پیدا کند، برخی محدودیت‌ها در این کشور لغو می‌شود. ادامه بیم و امیدهای برجامی در ایران و جهان. پس از ادعای روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر تایید تولید اورانیوم فلزی در ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 3 عضو اروپایی برجام یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه با صدور بیانیه‌ای مشترک این اقدام را مغایر با توافق هسته‌ای دانستند و ادعا کردند که ایران هیچ توجیه معتبر غیر نظامی برای این فعالیت‌ها ندارد. در واکنش به این بیانیه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت: ایران با چه منطقی موظف است اقدامات جبرانی را که 1 سال پس از خروج آمریکا از برجام و تداوم نقض این توافقنامه اتخاذ کرده بود متوقف کند؟ 3 کشور اروپایی برای تکمیل تعهداتشان چه کردند؟ جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام بازگردد، آمریکا نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز پس از ادعای تولید اورانیوم فلزی در ایران اعلام کرد مسکو منطق عملکرد ایران را درک می‌کند، اما باید خویشتنداری کرد. آخرین اخبار از استیضاح دونالد ترامپ. در روز 4 جلسات دومین استیضاح دونالد ترامپ که روز جمعه برگزار شد، وکلای مدافع رئیس جمهور پیشین آمریکا اتهام وارد شده به ترامپ مبنی بر تحریک به شورش در حمله به ساختمان کنگره را دروغی نامعقول خواندند و شواهد خود را به مجلس سنا تقدیم کردند. دونالد ترامپ به تحریک به شورش در حملات 6 ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا متهم است که در جریان آن 5 نفر کشته شدند. رأی نهایی در مورد محکومیت یا عدم محکومیت ترامپ تا روز دوشنبه صادر خواهد شد. شدت گرفتن اعتراضات ضد کودتا در میانمار. 10,000 نفر از مردم میانمار روز جمعه برای 7th متوالی به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود به کودتای نظامی در این کشور را نشان دهند. با وجود اینکه معترضان خواهان خارج شدن ژنرال‌های میانمار از قدرت هستند، ارتش اعلام کرده در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر به نفع حزب آنگ سان سوچی تقلب انجام شده است. همچنین ارتش میانمار اعلام کرده انتخابات جدیدی را برگزار و قدرت را به پیروز آن منتقل خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه جلسه‌ای فوری برای بررسی کودتای نظامی در میانمار تشکیل داد و خواستار آزادی رهبران بازداشت شده در کودتا شد. تهدید روسیه به قطع روابط خود با اتحادیه اروپا. طبق اعلام سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، در صورتی که اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های سنگین‌تر به اقتصاد روسیه ضربه بزند، این کشور آماده است رابطه خود با این اتحادیه را قطع کند. پس از زندانی شدن الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، روابط میان مسکو و کشورهای غربی دچار تنش شده است. اتحادیه اروپا هم اکنون وضع تحریم‌های بیشتر علیه مسکو را در دست بررسی قرار داده است.
طرح اتهام فساد علیه 62 وزیر فعلی و پیشین عراق. طبق اعلام سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری عراق، 62 نفر از وزرای سابق و فعلی این کشور به فساد مالی در سال 2020 متهم شده و 4 وزیر تاکنون محکوم شده‌اند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، کمیته عالی تحقیقات وابسته به دفتر خود و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را در ماه شهریور تشکیل داد و مقابله با فساد در این کشور را به طور رسمی کلید زد. 400,000 کودک یمنی در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی. طبق اعلام آژانس‌های تحت نظارت سازمان ملل متحد، دست کم 400,000 کودک یمنی زیر 5 سال در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی در طول سال جاری میلادی قرار دارند. سازمان بهداشت جهانی، برنامه جهانی غذا، یونیسف و فاو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند سوء تغذیه بسیار شدید در میان کودکان زیر 5 ساله یمن با افزایش 22% در سال 2021 روبرو می‌شود و باید راه کاری فوری برای جلوگیری از این فاجعه اتخاذ شود.